آیا اقتصاد ایران از پس تحریم های آمریکا برمیآید؟ از مقایسه تحریم های کنونی با دور پیشین تحریمها در زمان اوباما به چه نتایجی می رسیم؟ سلام کمبود روب گوجه و صدور غیرقانونی گوجه فرنگی در پوشش گل کلم و فلفل دلمه ای از جمله خبرهایی است که نشان میدهد اثرات تحریم های آمریکا فراتر از نرخ ارز و طلاست و در چیزهای خود را نشان میدهد که برای مردم کم دست هم بسیار ملموس است این اثرگذاری همان چیزی است که دونالد ترامپ به آن امید بسته دور پیشین تحریم‌های آمریکا در زمان اوباما و احمدی نژاد تا آنجا ادامه یافت که به دلیل تغییر معادلات سیاسی در هر دو کشور ایران توانست رهایی یابد اما هنوز بخش زیادی از اون تحریم‌ها لغو نشده بود که با چرخش دیگری در اوضاع سیاسی موج سهمگینی از تحریم‌ها گریبان مردم ایران را گرفت موجی که در یک سال اخیر به اذعان خود مقامات ایران اثراتی بیش از آنچه انتظار داشتند به جا گذاشته آیا این تحریم خواهد توانست باعث سقوط اقتصاد ایران شود؟ در مقایسه با دور پیشین آیا متصدیان دور جدید تحریم یعنی دونالد ترامپ و همکارانش می توانند به زانو در آوردن اقتصاد ایران به قصد کوتاه آمدن حکومت آن را در کارنامه خود بنویسند؟ حسن حکیمیان استاد اقتصاد در لندن میگوید توان آمریکا برای فشار اقتصادی بر ایران این بار کمتر است اما حسن منصور او هم اقتصاددان در لندن میگوید آمریکا عزم بیشتری از خود نشان میدهد و ایران هم دوچار ضعف بیشتری است و همین امکان موفقیت تحریم ها را بالا میبرد خیلی خوش آمدید آقای حکیمیان و همینطور شما آقای منصور قبل از اینکه ها رو ازتون بپرسم اجازه بدید چند تا نمودار رو نشون بدیم که کمک میکنه به برنامه و یک در کادر اقتصادی میده به بحث ما و در این حال برای بیننده های برنامه هم بسیار گویا خواهد بود بر اساس این نمودارها که در صفحه پشت سر من میفته و روی صفحه تلویزیون منبع ما هم برای اولی بانک مرکزی می‌بینیم که تولید نفت ایران از یک میلیون در روز که این در واقع ستون پایین هست خط افقی نشون میده یک میلیون رو تا سال 2018 که سال کرونیسته میره بالا و به مرز چهار میلیون بشکه در روز میرسه ولی روند نزولی رو داریم می‌بینیم یعنی تولید نفت ایران داره کاهش پیدا میکن در, در ماه های اخیر میبینیم این منبعش بانک با مرکزیه نمودار دیگر نشون خواهد داد که بزرگترین مشتریان نفت ایران چه کشورهایی هستند چین با نزدیک به 700 هزار بشک در روس و بعد هند و بعد کره و ترکیه کشورهای اتحادی اروپا در مجموع چیزی در حدود 600 هزار بشک در روز از ایران میخرن منبع این نمودار بلومبرگ نهاد اقتصادی بلومبرگ نمودار بعدی تولید ناخالص داخلی ایرانه که نشون میده در سال 2012 که اوج تحریم ها بود و اقتصاد ایران ضربه شدید منفی هفت شد ولی در 2016 میبینیم حدود 12 درصد تولید ناخالص داخلی رشد کرده و این درست پیش از تحریم هاست در زمانی که برجام امضا شد و دولت ایران امید داشت به گشایش اقتصادی این نمودارها به ما نشون میدن که تا پیش از دور جدید تحریم ها توسط دستگاه دیپلماسی دونالد ترامپ وضعیت اقتصاد ایران چطوری بود چه تأثیری از دور پیشین تحریم ها گرفته بود با این کادر اقتصادی های حکیمیان شما فکر میکنید تحریم های آمریکا در این دور جدید چه تأثیری خواهد گذاشت دونالد ترامپ موفق خواهد شد آسیب جدی بزنه به اقتصاد ایران در بحث در مورد تحریم ها من فکر میکنم بایستی تفاوت قائل بشیم بین دو تا مقوله یکی اینی که آیا تحریم ها تأثیر گذار هستن مؤثر هستند و یکی اینی که آیا موفق هستند شما در مقدمتون به نظر من به درست روی تأثیر گذاری انگوش گذاشتید و به نظر من این درست هست همونطور که نمودارها نشون داد و همونطور که تجربه تحریما در کشورهای دیگه هم نشون میده تحریما هرچی بزرگتر هرچی جامعه تر باشن یعنی مثلا ماورای تحریم فقط تجاری برن تحریم های مالی رو شامل بشن و طولانی تر بشن اینها تاثیرگذاریشون بیشتر خواهد بود ولی اینی که آیا موفق بشن به اهداف خودشون برسن این مقوله پیچیده تری است برای اینکه اولا اهداف واقعی پشت تحریما این خودش چیزی است که بایستی روش تعمق کرد یک ویژگی بازگشت تحریم های جدید از جانب دونالد ترامپ این است که برای یک بار و برای همیشه و برای همیشه این توهم رو از میان برداشت که موضوع تحریم در مورد ایران مربوط میشه به پرونده هستهی چون که سرا... با سراحت و سراحت لحجه میگن که مسائل دیگه با ایران دارن فارغ از اینکه دولت ایران کوتاه میاد یا نه فارغ از اینکه هدف اصلی یا پشت پرده دستگاه دیپلماتیک آمریکا چی است اینها رو که کنار, کنار بگذاریم آیا فکر میکنید اگر ما متمرکز شیم روی بحث وضعیت اقتصاد ایران این تحریم ها میتونه اقتصاد ایران رو واقعا به آسانی فروپاشی برسونه خب خیلی خوشحالم که توافق کردیم که بحث ببین روی تأثیر تحریم تا بله. اینی که هلوهاش موفقیت آنها ببینید تحریم ها در دور قبلی هم روی ایران تأثیر زیادی گذاشت همونطور که دیدیم و باعث رکود, رکود تورمی شد تحریم ها هزینه های اشتباهی زیادی داشت و دارند و در این مورد هم هیچ شکی نیستش که تحریم ها الان هم شروع کردن یه مقدار اثرات منفی خودشون رو بر اقتصاد ایران تحمیل کردن همونطور که میدونیم خب سقوط ارز که یکی از عمیقترین افتها و طولانی ترین هم عمقش هم طولش شدید بوده این بار تا حد زیادی به, رو... به شرایط روانی بازار و شبه تحریم ها که دور اقتصاد ایران دور میزنه مربوط میشه تا حد زیادی بالا رفتن قیمت اقلام به خصوص اقلام قضاها مواد خوراکی و مواد اولیه که دهک, دهک های پایین اجتماع جامعه ایران رو تحت تاثیر قرار میده و موارد بسیار زیادی که مثلا فرض کن کمبود پوشک برای بچه ها و مسائل دیگه اینها بدون تردی تاثیر تح... تح... خواهند گذاشت و هیچ دولتی هیچ اه... کشوری من فکر نمی کنم با آغوش باز به طرف تحریم ها بره و بخواد تحریم ها رو استقبال کنه مسئله این است که ایران به هر حال اقتصاد پیچیده و بزرگی داره و تا حدی هم تجربه تحریم ها رو شاید بشه گفت از کشورهای دیگه بیشتر داره در نظر بگیرید که این بار هم تحریم ها تحریم های صرفا امریکا یک جانبه هستند یعنی دیگر امریک... اروپا و دیگر امضا کننده های برجام همراهی نمی کنن البته تعیین مسئله نه... تعیین کننده نهایی در مورد این دوره تحریم ها به دو مسئله من فکر می‌کنم مربوط میشه یکی شرایط داخلی ایران که میتونیم بحث کنیم شرایط اقتصادی ایران و اون فرسای درجه فرسایش اقتصادی وقتی تحریم ها بر میگردن طولانی تر میشن خب یه مقدار اثراتشون میتونه تحملش سخت در باشه من اون رو انکار نمی کنم و دیگر اینی که تاثیر نهایی تحریم ها این بار واقعا هول و هوش تحریم های ثانوی یا جانبی از جانب امریکا ب... که تحمیل میشه به شرکت, های غیر امریکا. امریکایی الان چیزی که اتفاق افتاده به نظر من در این دور ایران و امریکا جای خودشون عوض کردن در دور قبلی مذاکرات ایران یک طرف میز ایزوله شده بود با شش کشور دیگه با اسی مذاکره میکرد شرط آسونی نبود با تمام اون سختی ها تیم مذاکره کننده ایران نشون دادن که میتونن به توافقی برسن که از لحاظ جامعه جهانی قابل قبول این بار امریکا خودش رو منتقل کرده به این طرف میز و ایزوله هست در برابر بساید. کشورهای دیگه که این بار شامل ایران هم میشه اون طرف میز آقای منصور برداشت من از صحبت های آقای حکیمیان اینه که این بار شرایط آمریکا سختتر نسبت به دور پیشین تحریم ها. در اینی که معتقد هستند اون فرسایشی که ازش نام بردند کار رو بر مردم ایران دشوار میکنه ده. نظر شما چیه شما در صحبت های پیش از برنامه من گفتید که برعکس گما میکنید این دور تحریم اثرات بیشتری بر اقتصاد ایران بگذاره در قیاس با دور پیشین بله بله ببینید من با بیانات منویات آقای دکتر حکیمیان موافقم و در این زمینه هم موافقم که هر دو آرزو می کنیم که این تحریم ها تاثیر اندکی روی مردم بگذاره اما برگردیم به تحلیل ما از اول ببینید پیشبینی از اقتصاد ایران بدون تحریم ها هم از سوی مرکز تحقیقات و مرکز پژوهش های مجلس هم از سوی صندوق بین المللی و دیگر محافل بود که ایران حدود چهار درصد رشد رو انتظار میکشید این رشد نه فقط به صفر میرسه بلکه به زیر چهار درصد چهار درصد منفی میرسه حساب بفرمایید که هر درصد رشد در اقتصاد ایران معادل حدود چهار میلیارد دلاره یعنی هشت درصد تفاوت هشت تا چهار میلیارد دلار سالانه به اقتصاد ایران ضرر میزن این رقم بسیار بسیار بزرگی است اما برگردیم به ارزیابی آمریکا تنهاست در برابر ارز کنم پنج کشوری دیگر ولی مکانیزمایی در دست آمریکا وجود داره در دست هیچ کدام از این کشورها وجود نداره نظام پولی جهانی وابسته دلاره. حدود 65 درصد ذخیره های بانک های مرکزی جهان دلاره حدود 50 درصد پرداخت های نهایی به دلاره سویفت نمیتونه بدون اراده آمریکا کار بکنه سویفت نظامی است که نظامی ای... است که بله مبادلات خبری بانک ها رو اداره میکنه پرداختها بله. پرداختا بدون اون انجام نمیگیره ناگزیر اروپا برمیگرده به اینکه نظامی جاگزین سویفت پدید بیاره که نمیتونه نمی اقتصادی اروپا نمیتونه بله. نمی اقتصادی او نمیتونه اقتصادی دیگران هم به همراه اونا نمیتونن جاگزین سویفت بذارن اینا میتونن نظامی پدید بیارن برای مبادله یورو فقط برای اینکه از نظر آمریکا پنهان بمونه مبادلات یورو این همون کانال ویژه پرداخت است که اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده در واقع اون سندیکایی که درست میکنن ده. یا اون حامل ویژه از کنم اس پی وی که میخوان درست بکنند این مبادلات دلاری رو شامل نخواهد شد مبادلات یورویی برگزار میکنیم به این ترتیب میمونه به این که مثلا شما یه رقم مشخص بگیرید صادرات آلمان به ایران سال گذشته معادل 5.5 میلیارد دلار بود از این پنجونی میلیارد دلار فقط یک میلیارد و 600 میلیونش از طریق شرکت های متوسط و کوچک بوده بقیه شرکت های بزرگن نظیر زیمنس که از ایران بیرون کشیدند، اینا نمیتونند با تحریم ها، با ایران کار بکنن میمون شرکت های کوچک یعنی حدود یک چهارم صادرات آلمان به آلمان به ایران اگر این یک چهارم همه بتونن که من با صحبت های خصوصی که با برخی مسئولانشون داشتم این اشتها رو همشون ندارن اینا در مرز این قرار میگیرن که از کنم از سوی اکنامیک یعنی اطلاعاتی که در مورد صنایع و مبادل جهانی وجود داره در از همه دولت ها وجود داره از خانم لو برن که با ایران همکار همکاری کردن لو برن توسط لو برن کسانی برن که این اطلاعات رو به دولت آمریکا میدن به دولت که آمریکا منتقل بشه ولی اینا ممکنه حتی شرکت های بزرگ ممکنه وسوسه بشن برای تجارت با ایران از کانال شرکت های متوسط عمل بکنن ولی وقتی لو رفتند اینا مشمول تحریم قرار میگیرن و این وهیکلی که درست میکنن این اس که درست میکنن توان جبران خسارت رو نداره شما ببینید تمام تجارت ایران با اروپا 18 میلیارد دلار بوده سال گذشته جریمه ای که فقط بانک بی ام به آمریکا برداخت 9 میلیارد دلار بود در نتیجه تمام اروپا تمام جوبرا دلات بله در واقع میخواهید بگید من... که اروپا حتی اگر بخواد نمیتونه راهکاری پیدا کنه برای دور زدن تحریم های آمریکا دور زدن به این معنا حدود یک چهارمش امروز می شود. ولی اون یک چهارم هم مشروطه. در نتیجه مبادلاتی که در بین اروپا و ایران بود به تمام نمیتونه چین شوش. و هند چی؟ ما در نمودار دیدیم بلد. که چین و هند مشتریان اصلی نفت ایران هستند هند همین حالا هم گفته که برای سال آینده مقادیر قابل توجهی نفت سفارش داده درست. درست. چین هم حتی بیش از هند در واقع مستقل هست از سیاست های آمریکا درسته بله ببینید چین و روسیه موقعیت ویژه ای دارن به این معنی که این دو کشور در اینجا دولت ها میتونن به شرکت ها امر کنند که این کارو بکنید دلی. هند اینطوری نیست اونجا شرکت ها خصوصی است منتها دو پالایشگاه هندی اینا با نفت ایران کوک شدند یعنی خودشون رو تطبیق دادن تطبیق دادن با, نفت ایران. با اون و عوض, عوض کردن این مدل این الگو هم هزینه بره هم زمان بره. اینا علاقه مندن که نفت ایران رو بگیرن برای اینکه نفت ایران برای بر اونا جوره بله. کنم آمریکا وعده کرده که اون نفتو که نیاز دارند خودش میتونه تأمین کنه و یا از طریق امارات میتونه تأمین کنه از هنوز به توافق نرسیدن ولی با توجه به اینکه هند در زمینه های نظیر تاسیس صنایع بسیار گران النجی با آمریکا همکاری میکنه در مسائل هستهی هم با آمریکا همکاری میکنه در نتیجه گروه نیرومندی در دست آمریکا داره ممکن کوتاه میره هند کوتاه بیاد ممکنه کوتاه بیاد در مورد چین هم عرض کنم که ببینید در مورد چین ایران یکی از بارگنینگ چیپس یعنی ابزار چونه زنی است در نزد چینیا ولی که استراتژی چین است که خودشو در سه جهان سوم آسیا و آفریقا مستقر کنه با وجود این اگر دونالد ترامپ حاضر بشود که در زمینه تعرفه ها اندکی کوتاه بیاد چینی ها قدر مسلم موازیشون ندارد شما تعرفه است که ترامپ بر کالاهای چینی بر کالاهای چینی بسته 20 درصد 25 درصد در واقع یک بحث جدی تری بین متوجه هستم به این دلایل شما فکر میکنید تحریم ها بیش از دور پیشین تأثیر گذار خواهند بود بگید بگی دلیل دیگر هم ببینید در دور اید... اول مردم ایران وعده بهشون داده شده بود که رسیدن به توافق زندگی شما را گشایش خواهد داد امیدوار و برجام بودن وانگهی مسئله هستی تبدیل شده بود به ناموس ملی و این حق مسلم خود میدونستن مردم در این شرایط این شرایط قبل از برجام بود وقتی برجام عملی شد مردم احساس نکردن که زندگیشون بهتر شد منظور شما اینه که عامل روانی الان جدیتر عمل میکنه در ایران امر... مردم امروز بسیار شدیدتر است از اون دوره سابق بله آقای کیمیان جناب منصور به درستی دست گذاشتن روی شمردن دلایلی که چرا این بار امریکا عزم راسخ کرده که حتما فشار قطعی و سختی به اقتصاد ایران بزنه اینو ما میدونیم این خودشون هم گفتن به سراحت گفتن سخت ترین تحریم ها در تاریخ رو میخوان به ایران تحمیل کنن البته این رو قبلا هم گفته بودن در مورد تحریم های دوره قبلی هم آقای جو بایدن که معاون پرزیدنت اوباما بود همین رو گفته بودن در مورد تحریم های عراق هم گفته بودن بنابراین این چیز جدیدی نیست چیزی که من موافق هستم از راسخ امریکا و به خصوص این دولت امریکا در تقابل با ایران ما ورای مسئله هستی ای. این چیزی که خودشون گفتن من ابتدا کردم با سراحت لحجه به خاطر همینم از تمام ابزارهای لازم گفتن و, تا و سعی خواهند کرد استفاده بکنن که محاصره ایران رو کاملتر بکنن ابزارهای زیادی هم دارن ما میدونیم به خاطر روند ادغام جهانی و و تسلط دلار و اقتصاد امریکا در حیطه اقتصاد جهانی چه قدرتی نه. به امریکا این میده ولی مسئله این هستش که این بار امریکا همراهی کشورهای اروپا رو نداره حداقل همراهی سیاسی رو نداره یعنی امریکا نمیتونه وانمود کنه که این تحریم ها مشروعیت حقوقی و یا اخلاقی داره یه اقدام یک جانبه و خصمانه است این در شکی نیست اروپایی ها رو باید متقاعد کنه که این یک اقدام عادلانه است و باید متقاعد کنید که حتی از لحاظ اصول بین المللی این منطقی است که شما وقتی یک قرارداد هر چند محدود دارید ولی میخواید در زمینه های دیگری که توافق ندارید به توافق حصول توافق دست بیابید نقض این قرارداد کار درستی است خب چرا روی این قرارداد و مذاکرات بیشتر شما سر این تحریم ها یک چیزه آقای اثرگذاری اقتصادیشون یک چیز دیگه است و ما الان رجوع به اثرگذاریشون صحبت میکنیم چون دولت های اروپایی ممکنه خیلی واضح بگن مشروع نیستن این تحریم ها ولی شرکتهاشون رو نتونن کنترل کنن واقعا تاثیرگذاری این تحریم ها به دلیل عدم همراهی اروپا کمتر خواهد شد نسبت به دفعه قبل کمتر خواهد شد بله و به خاطر که دفعه قبل امریکا هم اروپا همکاری کامل میکرد بخشش به دلیل این که شرکت های کوچکتر اروپایی خواهند تونست از طریق این و غیر و, و غیر اروپاییش چینی هندی یعنی چین و ترکیه آه. گفتن که فقط از تحریم های قانونی پیروی خواهند کرد بنابراین این دفعه من نمیخوام یه تصویر خیلی خیلی روشن و خوشبینانه خوشبین. و غیر واقع گرانهی بدم ولی گزینه های ایران این بار نسبت به دفعه قبل که هم تحریم ها کامل بودن و هم همه جانبه شده بودن بیشتر هست مسئله دوم ببینید یک ما برای ایران درجه, درجه موفقیت تحریم ها موضوع مطالعه تحقیق زیادی بوده بنا به بعضی برداشت ها یه سوم تحریم در طول تاریخ بیشتر از صد و خورده تحریم که مطالعه شدن یک سوم اینها موفقیت قلمداد با موفقیت قلم داد شدن یک برداشت دیگه در تاریخ تحریم ها فقط سیزده تحریم رو موفق قاطع دونسته و اکثریت اینها اونهایی هستن که در یکی دو سال اول تاثیر میگذارن آنقدر تاثیر میگذارن که به هدف خودشون دست بیابن کمتر تحریمی هست که ماورای پنج سال تأثیر بگذاره یعنی شما ببینید کوبا چند سال تحریم بوده ببینید زیمبابوه به چقدر تحریم بوده یعنی ما این است که بین اثرگذاری تحریم و طول اعمال تحریم یک رابطه در واقع محبوست. متضاد برقراره این نکته مهمیه آقای منصور پشتش شاید این مشاهده باشه که هرچه ته طولانی تر باشه اون مملکت اون مردم خودشون رو تطمیق، تطبیق, میدن به شرایط تحریمی بخصوص در مورد ایران که تجربه تحریم داشته این میتونه بیشتر جلب کنه دیگه مردمی که عادت کردن تازه قبل از اونم جنگ رو داشتن دیگه فکر میکنید این مردم و این اقتصاد و این سازوکار سیاسی نمیتونه خودش رو تطبیق بده؟ ببینید من باز با فاکتایی که دکتر حکیمی عنوان کردن موافقم یعنی مطالعه متع... تحریم ها به صدها مورد میشه از صد مورد این درسته و مطالعات جامعی روی این انجام گرفته که اثر گزارشون چه بوده این هم درسته اشاره کردن و شما روی اون کامنت گذاشتید مسئله مشروعیت ببینید دولت آمریکا غیر اخلاقی ترین دولت تاریخ آمریکاست. در شاید کنونی رئیس جمهوری که اونجا هست غیر اخلاقی ترین و غیر اصولی ترین رئیس جمهوری است که در تاریخ آمریکا ما میشناسیم اینا بحثای اخلاقی است درسته ولی او رئیس جمهور آمریکاست. در موقعیت بسیار استوار و شامخ رئیس جمهور آمریکا نشسته فرمانده کل قواست امکانات بسیار زیادی در اختیار داره این جداست از اینکه شخصیت چقدر قابل و ناقابله اما در مورد ایران ببینید اقتصاد ایران دارای اون قابلیت مقاومت اون چی که بهش میگیم رزیلینس نیست نه به خاطر دریما اقتصاد ایران در دستهای بسیار بی‌کفایت قرار گرفت اقتصاد ایران به علت سوء مدیریت بسیار جدی فلج شده است شما کافی است به گزارش آقای رئیس بانکر... بانک مرکزی آقای همتی نگاه بکنید ایشون گفتن در این چهار ماه گذشته بانک های خصوصی از ذخیره هایی که باید به بانک مرکزی بپردازند 15 هزار میلیارد تومان یعنی 15 تریلیون تومان نپرداختند معنیش اینه که در این چهار ماه 100 هزار میلیارد تومان یعنی 100 تریلیون تومان به دقن... نقدینگی اضافه شده در اقتصادی که در دست نقدینگی داره خفه میشه و این نقدینگی در دست های مافیاهای خودی قرار میگیره که سرمایه گذاری نمیشن بلکه وارد نظربازی و اسپیکولیشن در بازار میشن در چه اقتصاد در مرز به شدت تهدید و تلاشی قرار میدن این فقط نشان این است اقتصاد ایران آسیب پذیره اگر شما بخواید بحث کنید که این دفعه تحریم ها مؤثرتر خواهند بود که اگر اشتباه نکنم این بحث شماست باید نشون بدید که این دفعه چی هست که دفعه قبل نبود دفعه قبل که حتی تحریم ها کاملتر بودند و امریکا هم راهی بیشتری از لحاظ جامعه بین المللی داشت تنها موردی که من شاید با ایشون موافق باشم این هستش که گفتم تحریم ها تأثیر گذارن الان آمار خود صندوق بین پول تایید میکنه که اقتصاد ایران برگشته به رکود این مسئله است که نمودار شما نشون نداد اه... بله چون تا 2016 بود درسته بلی. ولی آمار اخیری که اومده بیرون بر اساس پیش بینی های صندوق بین پول نرخ رشد اقتصادی امسال من های کنیم و, و سال دیگه من های سه و نیم برصد خواهد بود و با توجه به اینکه تورم هم بالا خواهد رفت این انتظار میری که اقتصاد ایران به خاطر عمدتا وضع تحریم ها یا بازگشت تحریم ها برگرده به همون رکود تورمی که در ابتدا ذکر کردم که داستان همون دو سال 2012 بود که نمودارهای شما داد. پا پت... تحریم ها تأثیر خواهند گذاشت شکنندگی داخلی اقتصاد ایران هم تشدید خواهد شد ولی مسئله ای که من فکر میکنم بحث ما رو اون متمرکز هست این که آیا این کافی خواهد بود که اقتصاد ایران یه اقتصاد بزرگ را به زانو در بیاورد ببینید در علم اقتصاد هم جناب منصور اقتصاد دون حسن هم من من شخصا نمیتونم ادعا کنم که اقتصاد یعنی هم حرفه های ما در علم پیش بینی کارنامه خیلی موفقی دارن شما نگاه کنید بزرگترین رکود مالی دنیا در سال 2008 چند اقتصادون اون رو پیش بینی کردن این یک بیانگر مشکل متدولوژیکی که ما داریم ما نمیتونیم از شرایط خاص اقتصادی که میبینیم رویت میکنیم یک سری نتایج قطعی رو لزوما استخراج کنیم باید مسئله رو در اواد وسیع تر دید و من اتفاقا یکی از معتقدین سفت و سرسخته انتقاد از جبرگرایی اقتصادی هستم م. یعنی کسانی که به وضعیت اقتصادی نگاه میکنند و از اون نتیجه گیری میکنند که فرض کنید فعل انفعالات سیاسی خاصی منتج کرده شما حلقه بین اقتصاد و سیاست رو زیر سوال, سوال ب... میرید زیر سوال بردم شو... نمونش اینه که انقلاب ایران سال 1979 1957 بعد از یه دوره رونق نفتی قابل توجه اتفاق افتاد نه دوره ریاضت شما به اقتصاد به بهار عربی هم که نگاه کنید بهار عربی هم بعد از 5 6 سال دوره رونق نفتی بی سابقه اتفاق افتاد افتا. که یه بحث سیاسی است ما راجع به اون پیوند بین اقتصاد و سیاست در این برنامه صحبت نمی کنیم برمیگردم به اون در محاسبات اقتصادی آقای منصور اون نمودارایی که ما نشون دادیم به ما گفت که در بدترین سال تحریم ها در دور پیشین تولید ناخالص ملی 7 درصد پایین افتاد یا هفت منفی شد به عبارت دقیق‌تر آمارها و پیش بینی های مشروط صندوق بین پول میگه که در 2019 سال میلادی که در پیشه و به زودی میرسه اقتصاد ایران حدود سه ممیز یک یا دو درصد صد رشد رشد منفی خواهد در داشت در دوری بر در بله. رشد منفی خواهد داشت و در 2020 سال بعد سه ممیز شش. این در قیاس با اون 7 درصدی که در 2017 افتاد چندان خورد کننده نیست آیا معنیش این نیست که اقتصاد ایران به گفته آقای حکیمیان انعطاف داره و میتونه چنین ضربه هایی رو تا حد زیادی بپذیره و کماکان سر و پا باشه؟ ده. به یه نکته رو روش تاکید بذارم شدیدتر من منظورم نیست که این بار شدیدتر از سابق خواهد بود ولی اینکه این بار عواملی که اقتصاد ایران رو ضربه پذیر سر میکنه چیه که قبلا وجود نداشت مهمترین عامل روحیات مردم ایرانه مردم ایران امروز تحریما رو تقصیر سیاستگذاران کلان کشور میدونند و نه آقای دونالد ترامپ این یک مسئله است مردم ایران امروز از ذره معیشت به شدت در تنگینا هستن اون روز نیستن کلمتون چقدر واقعا در این اطمینان دارید که مردم ایران دونالد ترامپ رو مقصر نمیدونن من نمیدونم مقصر نمیدونن میگن بیشتر مسئولیت در سطح رو... کلمه شو گذاشت ولی مردم اونی که احساس میکنی مردم معتقد هستن که سیادگزاران کلان کشور مسئولیت دارن کشور رو از ها مسون بکنند این کار رو نمی کنند. این نکته رو من فکر کنم به جاست که روش ازم برنامه جداگانه بذارید تا روش صحبت بشود که ایران به لحاظ مدیریت اقتصادی چه اندازه ضعیف و فاسد و بیکفایته و چرا نمیتونه ببینید این ادعا و این اذعان از سوی رئیس بانک مرکزی که هیچ کدام نمیتوانیم بانک مرکزی نمیتواند دولت نمیتواند رهبر نمیتواند جلوی افزایش نقدینگی رو بگیره مکانیزمش چیه این رو باید توضیح داد که مکانیزمش چیست که کل نظام نمیتواند جلوی افزایش نقدینگی رو بگیره و در نتیجه پول ملی ایران هر روز کمرش من میدم به بخش اول صحبت های بلد. آقای منصور که در واقع پاسخی بود به سوالی که شما دور قبل گفتید گفتید باید به شما نشون داده بشه که الان چه تفاوتی ایجاد شده با دور پیشین تحریم یک تفاوت اساسی به گفته آقای منصور روحیه مردمه دوست. در دور قبلی مردم فکر میکردن یه ته تونلی هست به گفته ایشون موضوع هستی یه موضوع ملی بود و امید داشتن حل الان مردم ایران چه این روحیه ندارن و بازار ارز و طلا این رو نشون میده عامل فرسایشی کاملا عامل مهمی هست من هم به اون اذعان دارم و هیچ شکی نیست که وضعیت اقتصادی مردم عادی در ایران در تنگنای زیادی قرار گرفته یه مقدار زیادی به خاطر سوء مدیریت در اقتصاد ایران بدون تردید وضعیت بانک ها خوب نیست بیکاری گسترده در بخصوص رده جوانان بازگشت تورم عدم اعتماد به سیستم ارزی و اقتصاد کلان کلا تشویق به سرمایه گذاری های سودجویانه و کوتاه مدت اینا تیتر چالش های اقتصاد ایران هست که در این چهار دهه بودن و کنار که نرفتن هیچ تشدید هم شدن تحریم ها به اینا دامن میزنن در این هیچ شکی نیستش مسئله این هستش که ببینید از این ما بتونیم قطعا نتیجه بگیریم که این دفعه تحریم ها مؤثرتر خواهند بود ببینید بین آن چه که هست و آنچه چه که ما مطلوب نظرمون هست میتونه تفاوت زیادی باشه و اینجاست که من میگم جبرگرایی اقتصادی میتونه یه روش غیر موفقی باشه در پیش بینی شما اگر یک ساعت که به خواب رفته هم نگاه بکنید به هر حال در 24 ساعت دو بار دقیقا درسته یه ساعت آنالوگ البته ساعت دیجیتال یه بار در 24 ساعت هستن اقتصادونایی که از پیشا پیش بحران اندر بحران پیش بینی میکنن بالاخره اگه اینها در طول زمان حرفشونو مستمر کنند و باشن خانه های بحرانی هم اتفاق میفته بعد اینا میتونن بگن بعد از واقع که ما که گفتیم من کلا میخوام بگم که نه ایشون نه من ما نمیتونیم پیش بینی دقیق بکنیم از تاثیر تحریم ها من شروع کردم با گفتن بر اینکه تحریم ها بدون تردید تاثیرات منفی قابل توجهی میذارن اگه من این رو انکار کنم من فکر می کنم یه خوشبینی کاذب ایجاد کردم آقای منصور ما تا بر در نقاط ضعف اقتصاد ایران و ضربه پذیریش از تحریم ها روی این صحبت کردیم و در مورد میزان این ضربه پذیری البته نظرها متفاوته اما در مورد فرصت هایی که ایران داره در مورد منابعی که ایران داره کمتر صحبت شده و این حتما باید در این برنامه طرح بشه برای اینکه ایران میتونه با توسل به اینها بره به جنگ تحریم ها توجه آقای حکیمیان به عدم همراهی اروپا بوده که از ذریشون یک نقطه قوت است ولی چیزهای دیگه هم که میشه برشمرد یکیش این است که ایران یک صندوق ذخیره ارزی داره که ظاهرا در سالهای اخیر بهش اضافه شده و از این صندوق ذخیره ارزی میتونه ایران استفاده کنه برای آروم کردن اون اخشاری که فوق العاده ضرب پذیر هستند من از کسی که اطلاعاتش دست اول شنیدم که مثلا کمک های کمیته امداد درست. که به ضعیف ترین اخشار جامعه ایران تعلق میگیره چند برابر شده اخیرا درست تا حد دو سه برابر شده نباید رقم رو به این شکل شاید گفت ولی اه این اهمیت داره یا اینکه یارانه هایی که البته این تورم ها داره آبش میکنه واقعا ممکن از محل این صندوق ذخیره ارزی تحت شرایط خاصی با تصویب مجلس پرداخت بشه یک وبسایت اقتصادی که نمیدونم چقدر معتبره نوشته بود که چیز در حدود 130 میلیارد دلار تو این صندوقه فرض کنید اصلا 100 میلیارد دلار این کم نیست دیگه چیزای دیگه هم از جمله معاملات پایاب پای ایران با کشورهای همسایه افغانستان، عراق شرکای مهمی برای ایران هستند. ترکیه همینطور و البته معاملات پای... پایی که گفته میشه حتی چین هم حاضره بهش پیانده. اینها فرصت‌های خوبی است برای ایران. شکی نیست. ده ببینید مطالبی که فرمیدید همه درست. ولی در مقایسه با حجم اقتصاد ایران کافیس شما به بودجه دولت نظر بیافکنید. من رقم‌های کلی را خدمتتون کنم. ببینید تولید ناخالص ملی ایران به رقم امروز می شود حدود 1500 هزار میلیارد تومان 1500 تریلیون تومن شما در برابر 1500 تریلیون تومن تولید ناخالص ملی حدود 1150 تریلیون تومن بودجه دولتی دارید از این بودجه دولتی حدود 300 70.380 تریلیون تومن بودجه است برای اداره مملکت بله. مثل باقی... پرداخت حقوق ها مثل بله تمام مخارج دولتی بودجه عمرانی بله. و غیره باقی 850 تریلیون تومن بودجه بنگاهداری دولته یعنی چی یعنی بودجه ای که دولت در امور اقتصادی در اون بخش عمومی خصوصی خصولتی اینها دارن یعنی 85 درصد اقتصادی ایران در دست دولت 15 درصد اقتصادی ایران در دست 85 میلیون نفر مردمه برگردید به صندوق ذخیره صندوق ذخیره که رقمش اعلام نمی کنند تخمین ها اینه که حدود 100 میلیارد دلار توش ولی شما این 100 میلیارد دلار رو با چه نرخی میخواین تبدیل کنید بودجه به دولت اجازه داده از بابت 3300 تومان بعدم کرده 3800 تومان دولت در برابر هر دلاری که به تحویل بانک مرکزی میده پول بگیره خب این خودش حدود 20 درصد به تورم دامن هم میزنه همین کار و بعد دولت تصریب کردن که بازار ثانویه ارزم وجود داشته باشه دولت بخشی از درآمدهای خود رو در اون بازار ثانویه آب میکنه به قیمت بازار خب این عملا وقتی دولت این درآمد رو داره برای تامین هزینه های گذاف خود پرداخت پر مالیات ها پرداخت عرض کنم حقوق ها با ها تامین اجتماعی عملا به رکود دامن میزنه بسیار خب چون واقعا این ارقام بسیار جزئی هستن و خیلی از مخاطبان نمیتونن دقیق دنبال کنن میخوام بار دیگه لب کلام شما رو بگم ده. اگر تایید میکنید بعد به مورد بعدی بپردازیم شما معتقد هستید حتی اون سند دو نمیتونه در واقع کفاف بده تازه اگر مجلس اجازه بده اگر کامل بتونن بردارن نمیتونه هزینه های دولتی که یک اقتصاد در حال رکود روی دوشش هست رو بده در مورد اون اجازه بده بلده. در مورد این معاملات پایا پایی که گفته میشه ایران حتی اگر فروش نفتش به زیر یک میلیون باشه که در روز برسه میتونه روش حساب کنه چی میگید یعنی هیچ چی نمیگم من میگم که بله میشه معامله پای پای کرد ب... دولت خواهد توانست در حدود یک سوم صادرات واردات خودش از این طریق با اروپا انجام بده با چین با روسیه مقادیر بیشتری رو خواهد توانست مونده از طریق انجام این کار اولا دستش از بازار جهانی و از انتخاب در سطح جهانی کوتاه میشه برای دولتی که چنین تحت فشار این اهمیت نخواهد داشت ولی برای, برای اقتصاد ایتخاب... ایران و برای استراتژی اقتصادی ایران اهمیت حیاتی داره که ایران استانداردهاش نزول میکنه به حد چین و روسیه ولی ما داریم راجع به اقتصادی حرف میزنیم و دولتی حرف میزنیم که میخواد جان به در ببره و اینکه مثلا به فرض ما در انتخاب جنس های مختلف بابت پولی که میدیم دیگه محدودیت خواهیم داشت و فقط ناچاریم دو یا سه نوع جنس چینی و هندی این برای مسئولان حکومت ایران خیلی مهم نخواهد ببینید بود. ممکنه مسئولان حکومت ایران اصلا احساس مسئولیت نکنند ولی انتخاب تکنولوژی که هر اقتصاددانی جناب حکیمیان میتونن تایید کنند انتقاد هر تکنولو... انتقاد... انتخاب هر تکنولوژی در لحظه آ تعیین کننده بارآوری شماست در لحظه ب در چه به خط نادرستی میافتید وقتی میافتید به خط تکنولوژی روسی متوجه هستم این نکته جالبیه آقای حکیمیان اگر ایران طی چند سال آینده نتونه در زمینه روز آمد کردن تکنولوژی استخراج نفت که به گفته مقامات نفتی بسیار مهمه نتونه گام هایی برداره که از آخرین تکنولوژی هایی که در غرب هست استفاده کنه این وضعیت صنعت نفت ایران در ده سال آینده رو در 20 سال آینده رو رقم خواهد زد درسته ببینید مشکلات صنعت نفت به خصوص سرمایه گذاری و سرمایه مالی و تکنولوژی احتیاج به تکنولوژی چیز جدیدی نیست این به ازان مقامات ایرانی یکی قرار بود یکی از امیدهای عمده نتیجه باشد. برجام باشه درسته. بر... درسته. درسته این مسئله کاملا صورت عمده پیدا کرده بود و امید بود که در این زمینه ایران پیشرفت بکنه که نشده و خب این مسئله تشدید خواهد شد در مورد مسئله نفت مشکل اصلی و عمده در این خواهد بود که حالا فرض کنیم ایران نفتشو بفروشه چگونه میتونه تحصیلاتی بر خودش قطعا ایجاد کنه که درآمد ارزی حاصل از اون رو برای خودش محقق کنه این مشکلیه که به هر حال به خصوص با نکته‌ای که اشاره شد بهش اگر ایران رو از سویفت خارج کنن که این اگر بزرگ هنوز تایید نشده چون سویفت یه شرکت عمدتاً یه شرکت اروپایی است یه شرکتی است که در بلژیک ثبت شده دفعه قبل در تحریم‌ها اتحادیه اروپا حکم کرد که سویفت برخلاف میل خودشون ایران رو چل تا بانک ایران رو از تحریم, کنه و این برخلاف میلشون بود بخاطر که فکر کردن که اینا یک نهاد فرابین ملی هستند هستن و صورت مسئله برشون سیاسی کردن فکر میکنید اتحادی اروپا اگر به سویفت چنین حکمی نکنه سویفت پیروی از آمریکا نخواهد کرد این, این برمیگرده به تحریم‌های تحریم های سانوی که اشاره هم. کردیم بهش ببینید دو نفر از اعضای هیئت مدیره سویفت آمریکایی هستند. خب قایتا اونا تابع قوانین امریکا هستن امه. گذشته از اون تو هیئت مدیره سویفت هم کسانی هستند که خب اگه چه امریکایی نیستن امریکا میتونه برای اینا تحریمایی بذاره مثلا از صدور ویزا یا از مسافرت به امریکا و امثال اون یا انسداد اموالشون فشار اعمال کنه امریکا اهرم های زیادی داره اینو ما درش توهمی نداشته باشیم ولی مسئله اینه که این بار اروپا به راحتی داستان امریکا رو نمیخره نمیپذیره سعی خواهند کرد حالا چقدر موفق خواهند بود این مسئله است که تعیین کننده خواهد بود در آینده و در نهایت هم صبر و حوصله ایران رو تعیین خواهد کرد که چه حد تا چه حد روی گفتهای اروپا سرمایه گذاری کنند اگر اروپا بعد از دو سه سال واقعا نشون بده که نمیتونه برخلاف گفته‌ها و, و وعده‌هاش تفاوتی ایجاد کنه در معادله تحریم های ایران خب این فشار داخل ایران را هم زیادتر میتونه بله بکنه در هیئت که, که از برجام خارج شد متجستم یکی من یه چیزی که فراموش میشه حد ثبات رابطه ایران اروپا است در همین ماجرای استرداد یک دیپلمات ایرانی از یک کشور اروپایی به کشور اروپایی دیگه ما فهمیدیم که حرکاتی میشه که میتونه رابطه ایران و اروپا رو به کلی مختل کنه این همه راجع به عدم همراهی اروپا با آمریکا گفته میشه ولی نمیشه این رو بدیهی پنداش برای اینا. من فکر میکنم شما روی دو تا نکته درست انگوش گذاشته یکی اینه که بحث من تقویت میکنه با اون که واقعیت پیچیده تر از اینی هست که ما فقط روی یکی دو تا متغیر دست بذاریم مثلا میزان نفت، فروش نفت و یا تورم هم. معادلات شامل متغیرات زیادی هستند و این متغیرات میتونن در کوتاه مدت تغییرات اساسی بکنن باید اونا رو در نظر گرفت نکته دوم جالبه با وجود اینی که اروپا به ظاهر سرسخت بر برجام معتقد هست و بهش اعتقاد داره روی رفتار منطقه ایران و روی برنامه بالستیک موس... مشکای بالستیک ایران حساسیت نشون میده و همسو و همگام با امریکاست تفاوت این دوتا در این هست که اروپا فکر میکنه در اصول بینالمللی دیپلماسی بین, بین شما از بودن یه توافق برجام استفاده میکنید تا توافق های دیگر رو بسازید این یه موفقیت این یک, یک فرصت هست بله. امریکا برعکس آمده این توافق رو منحل اعلام کرده به خاطر اینکه اختلافات دیگه با ایران داره آقای منصور فکر میکنید آمریکا چقدر میتونه صدور نفت ایران رو پایین بیاره؟ میتونه به اون هدفش که گفته میشه صفر هست برسونه صادرات نفت ایران رو حتی در بدترین شرایط بر اساس اون نمودار که دیدیم صادرات نفت ایران میاد تا زیر یک میلیون بشکه در روز ولی آیا میتونه سفرش کنه؟ قرار مسلم ببینید بازار این هم باز بحث متول دیگری است. بازار انرژی که من توش کار میکنم بازار بسیار بسیار بغرنج و پرمنفذیه و یکی هم. از ارگانیزه ترین بازارهای کالای جهانه یکی از پیشرفته ترین بازارهای جهانه یعنی آخرین تکنولوژی ها در تمام عرصه های بازار نفت وجود داره و بازار انرژی به طور کلی ارتباط که بین نفت و انرژی های دیگه وجود داره تحولات یه ده سال گذشته انجام گرفته و قیمت نفت بالا رفتنش از هفتاد که اون روز در دوره آقای احمدی نژاد هزینه مارجینال تولید بود یعنی آخرین یک میلیون بشکه تولید میشد در آمریکا اگر بالای 70 دلار میرفت این به صرفه بود والا به صرفه نمی بود این سبب شد که در آمریکا سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری انجام بگیره در نتیجه کشفیات بزرگی اکتشافات بزرگی در نفت و غیر نفت انجام گرفت شیلینا وارد این قضیه نشد بازار نفت تحول پیدا کرده قراره که همین امسال تولید نفت آمریکا حدود یک میلیون بشکه افزایش پیدا کنه برای سالهای آینده یک میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کنه این افزایش تولید اونهاست از سوی دیگر همکاری های درون و اوپک ببینید همکاران ایران در اوپک عربستان سعودی و خب و بعد روسیه یعنی نوپک غیر ها اینا همه تلاش کردن که ج... جبران مافات تولید ایران رو بکنن و این کارو میکنن به خاطر منافع خودشون در نتیجه تولید ایران به صفر نمیرسه تولید ولی بسیار کاهش ایران, خواهدی ایران خواهدی. به ارزیابی این است که به حدود یک میلیون میرسه با نکته ای که دکتر کیمیان اضافه اشاره کردن با بالا بودن قیمت نفت اگر ادامه پیدا بکنه در این صورت درآمد ایران هم افزایش پیدا میکنه به این ترتیب این وجود داره ولی برای ایران کفاف نخواهد کرد صادرات یک میلیون متوجه هستم یعنی فکر میکنید به صفر نخواهد رسید حتی اگر زیر یک میلیون باشه به دلیل قیمت خوب نفت ایران درآمد هنگفتی خواهد داشت ولی کماکان معتقد هستید این کافی نیست برای جمعیت بزرگ. بزرگ اقتصاد بزرگ مثل ایران آقای حکیمیان یک نکته مربوط به اون عامل روانی و روحیه که صحبت شد که شما لفظ فرسایش رو بیشتر استفاده کردید بافت جمعیتی ایران در ارتباط تحریم ها یک آمار من دیدم که اخیرا منتشر شد و این مربوط به برنامه ما این آمار برای وزارت تعاون تهیه شده از چندین هزار دستفروش در شهرهای بزرگ ایران بر اساس این آمار دست فروشا که تصور ما این است که بازنشسته ها هستن فرسوده ها هستند نمیدونم سالمندان هستن دست فروشا در مجموع جوانند متوسط سن دست فروشا در شهر تهران 35 ساله درست 34 درصد دست فروش در شهرهای بزرگ ایران زیر 30 سال سن دارند. و نکته جالب 42 درصد دست فروش گفتن تحصیلاتشون از دیپلم به بالاست حتی شماری از اینها فوق لیسانس دارن چرا این آمار مهمه برای اینکه نشون میده که فقیرترین اخشار که دست در میان اونها شاید باشن اینها تصور این که سواد ندارن تصور این که رابطه با طبقه متوسط ندارن طبقه متوسطی که انتظارات جدی از حکومت داره این اشتباه است و اگر تحت تاثیر تحریم ها اوضاع بدتر بشه و اینها بیان خیابون وضعیت طبقه متوسط هم که نسبتاً وخیم شده اینها میتونه در واقع عواملی باشه برای به هم اخشار مختلف و به این ترتیب اون که در دی ماه گذشته سال گذشته رخ داد به مراتب در ابعاد وسیعتری ممکنه صورت بگیره ممکنه بله اون که در دی ماه گذشته هم اتفاق افتاد واقعی بود و حامل پیام‌های خیلی خیلی جدی بود که بسیار از مقامات را هم کاملا غافلگیر کرد در این هیچ شکی نیست به خاطر اینکه در شهرهای خیلی خیلی کوچک در شورش های شهری صورت گرفت و به خصوص در رده های سنی خیلی پایین تر حتی گزارش شده بود که در خیلی از این شهرها بچه های جوون دبیرستانی برای اولین بار توی شهر در سطح شهر بری نکته که شما میگین آماری که ذکر کردید بیان کننده این هست که وضعیت اشتغال در کشور پرجمعیتی مثل ایران کشور پرجمعیت و جوانی مثل ایران یکی از بزرگترین معضلات است در اون چکی نیست ولی متاسفانه این داستان خاورمیانه است به طور کلی داستان آفریقا به طور کلی ببینید جمعیت ایران 40 درصد جمعیت ایران بین گروه سنی 15 تا ۳۴ سال هستند حالا این تعجب نداره که در یک آمارگیری دست فروش ها این ساختار هرم جمعیتی ایران که ساختاره و ساختار هم نمیشه یک شبه تغییر داد رو منعکس کنه من فکر میکنم آمارهای شبیه به این در کشورهای دیگه منطقه هم خیلی از این واقعیت به دور نباشه شماره یک شماره دو ببین هر آمار هر نمودار اقتصادی رو از زوایای مختلف میشه نگاه کرد شما میتونید اونطوری که بیان کردید نگاه کنید بگید که 42 درصد اینها متوسط سنیشون 35 سال بود پس جوونن جای بسی تاسف است من با شما موافقم ولی اگه آمد الله مثلا 45 سال می بود بهتر می بود خب ما گفتیم ببینید هموطنان ما حتی در سن 45 سالگی هم دست فروش باقی موندن این مثل اینه که یه لیوان شما نصفه پر رو نگاه میکنی یا نصفه خالی رو از زوایای مختلف من پیشنهاد میکنم که روی یک آمار مختص دیر نکنید بخشی که من میخواستم روش متمرکز شم به. این است که دست فروشانی که جز فقیرترین اخشار هستند بخش مهمیشون تحصیل کرده هستند درسته و این تحصیل کرده ها به دلیل همین پشتوانی تحصیلی به دلیل به دلایل دیگه اینها آشنا هستند با خواستهایی که سیاسی هم هست افزون بر اقتصادی یعنی اون تصوری که میرفت که اخشار پایین میان تو خیابون طبقه متوسط مشارکت نخواهد کرد همدلی نخواهد کرد و برعکس این تصور شاید اشتباس نمونهش همین سطح سواد دست فروش هاست و اگر این دو گروه جمعیتی عظیم طبقه متوسطی که ناراضی است تحت, تحت تحریم ها وضعیت اقتصادیش هم بدتر شده و طبقات پایینی که به مراتب وضعشون بدتر شده تحت تاثیر تحریم ها بیان تو خیابون وضعیت بسیار دشوار خواهد شد ببینید بله. ما از تجربه بهار عربی هم میدونیم که در کشور تونس شروع شد در واقع با خودسوزی یک دستفروش بله بله. شروع شد این در تاریخ بهار عربی ثبت شده نکته من تایید میکنه در خیلی از این کشورها کسانی که کار کسانی که تحصیل کرده هستن و کار مطلوبشون پیدا نمیکنه و در نتیجه مجبور میشن برای اه، برای اه، گرداندن امور اقتصادیشون به دست فروشی رو بیارن زیاد هستن ولی من باز یه بار دیگه میخوام از لحاظ متدولوژیک این طرز فکر رو زیر سوال ببرم که ریاضت اقتصادی رو با ترادف میدونه با خیابون اومدن و انقلاب کردن ببینید و بعد بر میگرده به اون رابطه یک به یکی که خطی که عمدتا وسیعا فرض میشه بین چرخه اقتصادی و چرخه سیاسی است yeah. من اینو دو بار زیر سوال بردم در رابطه با اقتصاد در رابطه با انقلاب ایران 1979 و باهر عربی ولی یک اجازه من یه نقل قولی از ارسطو بکنم که میگه اگر یک دیکتاتور بخواد احتمال انقلاب در کشورش از بین ببره بایستی به اخشار ضعیف فشار بیش از حد بیاره اینا رو در نهایت فقر و فلاکت نگه داره یعنی چی؟ یعنی این که این داره میگه که فرق کسی فرق که به خودی خود به خودش ب... خود خود رو ترجمه نمی کنه به تغییر رژیم و اتفاقا شواهدی هست در مطالعات انقلابات دیگر که نشون میده وقتی طبقه متوسط پویاست وقتی که رونق اقتصادی شرایطی رو ایجاد میکنه که مردم وسیتر به نبود آزادی ها به نبود بیان آزاد و امثال اون اون وقت از که حکومت احساس خطر, خطر باید بکنن, خطر باید بکنن خیلی کوتاه آقای منصور پیش از پایین برنامه اگر نکته ای دارید <تصفح> بله, باز با تایید نکته دکتر حکیمیان عزیز به این نکته اخیر که فرمودند در مورد فزون بودن فقر و فشار و کم اشتهایی برای انقلاب کاملا درسته و این نکته رو رهبران ایران به درستی میدونن ببینید نکته ای که بسیار اساسی است اینه تمام ارزیابی های اقتصاددانان داخل و خارج این است که برای اینکه ایران از وضع اقتصادی بسیار خرابی که دچارش هست بتونه بلند شه اقلا سالانه 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم داریم سرمایه گذاری بین‌المللی و, و داخلی این سرمایه گذاری انجام نمیگیره جذب سرمایه سال گذشته در ایران چهار و نیم میلیارد بوده در مقابل 16 میلیاردی که مصر گرفته حدود 16 میلیاردی که عربستان سعودی گرفته طالب. به این ترتیب بحران ها جذب سرمایه رو در ایران محدودتر خواهند کرد و به این ترتیب اقتصاد ایران رو اونا بزاند بسیار خیلی ممنونم به آخر پرگار این هفته میرسیم تشکر که پایین بحث نشستید و همینطور تشکر از مهمان برنامه حسن حکیمیان و حسن منصور پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید فیسبوک ما هم برقرار برای گفتن اون چه که به نظر شما در این بحث ناگفته موند شب و روز بر همه شما خوش